بهترین های آرمان. یک نفر دیگر دریبل کرده بودیم مرجان جان، بیخیه دریبلش نشر نشد به خاطر که ما مجبور از اون سر تا آخر توت منداختیم. این کمی شروع کرد گفت زدن هنه بیخیه متر ادبیات قوی بخواد آه دیگه. باز ما نتانستیم که عزمش کده نتانستیم، باز از او خاطر دیگه هیچ نشرش نکردیم، هیچ امواج رادیو رو قبول نکردیم دیگه. این حال هم یکی از او دریبل ها رو میشنیم. نه او دریبل خواهید نشر نشد دیگه. بیژن ظفرمل، بیژن ظفرمل خودتان میشناسیم که چی کسی است و چی میکنه چی میخونه. با ما غلط دقیقا من نمیفهم چی میخونه چی میگه. خب بشنوین شما دریبل بیژن ظفرمل. بهترین های آرمان دریبل. خوش آمدید دوستان عزیز بخش دریبل است. امروز میفهمید که دریبل میکنیم بیژن، بیژن ظفرمل، یکی از رپ خوانای افغانستان. بله بله. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین بیژن جان؟ ساعتتون خوب است؟ تشکر. بله باشه. بیژن جان ما از افغانستان تماس گرفتیم، یکی از علاقمندای تان هستم، اینجا مادر مشانم هستن. اگه وقت نگیریم میخواستم یک دقیقه امرای تان گپ بزنم. قربان شما. امی آهنگک خیر باشه. خیر باشیتان، بسیار مرا خوشم آمد. ما میخوایم که ای آهنگ بخونم باشه افمرای مادر جانم گپ بزنید، بس براتون زمزمه میکنم. خب بله بیژن بچم چطور هستی؟ خوب تشکر. زنده باشی. شما خوب هستین؟ زنده باشی صدقه زر کلای چم. چطور هستی بچم؟ تشکر. صدقه لاکتکای چم، صدقه زنجیرکای چم. چقدر زنجیرکای بلبل میکنه در خواندن بچم؟ زنجیر نیست که مادرم نظری داده بود تو بپوش دوید و کلپ مقبول معلوم میشی بچم. هم خواره که من بگم مادرس شه برمه بده که بمی دخترها میگرفتم زیاد خوش کدن ایره خواندنکای تا بسیار شدیدیم بمی حال در خواندنت رپ میرفتیم بچم. بیخید افغانستان حال رقص از بین رفته رپ شروع شده، داروسی ها رپ میخوانن از خاطر خودت، باز دوستای خودت چلن واره پیش مندازن. بچه جان یکی امیدم شعرت گفتی توپک ما فایر کنه، امی فایر برای خوشم، راستی امی فایر کنه هیچ خوشم نمیه. بجای از امی قلم میگفتی، گفتی قلم ما نشته کنه نشته. خاله جان قربان چم یک شعر برای جور تو من برای تن تو بخوانم. نه این امیره میگم ما برای چیر جور کردیم بچه، گوش کنید دفعه برای چیر را بگویم. بگو جان. بدوه زود شوه قلم های تانه بگیرین برسون مکتب. خاله جان خودت هم فقط که خدا نخواسته مرگی داشته باشی. اما دفترکت چطور است؟ دفترکت خوب است؟ چند ساله هست دفترکت خاله جان؟ مجرد هستی بچه؟ سه تا شگرفتیم بخیر. خوب کردی بچه، خوب کردی، بهترین کار کردی، به خواستگاری روان که هرچی شد بگه. مرفت ما را این طرف روان نکنه خاله جان، نگوی که ما را اروپا ببر، ما میخوایم که دانمو جده مقابل. نه بچم او نمیگه باز مرکت تو اروپا ببر. خیره خودت میشه در پاسپورت خود اکس نمیزنم به حساب چی میدم دمی اروپا. یک کیس برم پر تو بگو، یعنی یک وقت نامزادم بود از سر درخت دفتید انتو شد، اگر نه جوان بود یک کیس میخواد میفهمی. باز میریم او تو دو کلپا میریم دانکس میکنیم رپ میزنیم، بر از اون نشان میدیم که افغانستان هم رپ داره، تنها شما خود ندارین که بر ما خود کج کور میکنن، فقط تنها وا رپ دارن، ما بیژن داریم صد قیزی شوم. آفریبه مثل خودت واره که اکسه چار خاله دیگان به دنیا پیداشته و کار من به خدا هم روغه غنی نه بچه دو دانه است، یکی خود مستم یکی خوارم خوره گل است. خوره گل جان خوب است، یک خوب یک نام داره. برش یک شعر هم جور کردیم که میگه خوره گل خوره گل گل بیده دستت بگی بته برای شوارت که از پیشت خوش شوه بازو برات بیاره از راه سیب ایتر از بچم شعر نام. خاله کشتی ما را من میگم شوهر خدا چه فکر خودت خوش باشه چه تفاوتش خیر باشه. من انگلیسی میفهم که باز مرا اروپا بردی تو، نیست که من دانم گنگسون پولیسی کنم تو برشان بیابگیر پرتم به انگلیسی که چی بگویی؟ دلم هست که امیانت من یک رسان کار کنم که ده اینجا کارم هم بیکار اینجا با خودت بزنس کنم میتونیم با خدا اتو بیابشان کنم بکسک های جیبی پولیس ها بگیرم که چی بگویی؟ کار نکدی خدا؟ نه در فلم ملب کار نکدیم بچم، پلان دارم بخیر یک فیلم که در بندر ساین کردیم. برو مگر ماهی در وقت زبا بکشی تازه بشه کازه نباشی بچه تو خراب میخوانی سیستما رو اونم میفهمی دیگه، با میگه هر چقدر که آدم پیر شوه اونم بقیه جوان میشه. شراب که پر نشود نشه دیگر داره خالا جا.
گل آقایت یک ذره متاسب از بچه‌م که باز ما افغان هستیم از چیزا خوشمانه چای سیاه چای سبز چای زعفرانی یعنی چیزا که کنه شود یه گپا بگویم خب خب میگوشه یک کلیپ ما تو جور کنیم بچه‌م در کلیپ ما را بگی خب رپ میتونم در گردنم زنجیره را مندازی هرچی ریسپان مندازی نه خدا نکنه خاله جان آ بچه منم یاتن پشک دام خوش اومد گل آقایت بخی از روز که چی شده میگه یاتن پشک بر ما یاد بده چه قسم است ما گفتم یاتن پشک اون باز بیژن جان اومد برات میگه خاله جان نمیال خودت هم لای مفتن عقیده فرق ما میمانی نه آ راست میگی راست میگی نه بچه تو گپ پلیس خدا نکنه ما کلای ناق سر دم میمانم صد قصر جنگلت شوم بچه نه خاله جان میوه خدا کل کردیم بیشی خدا همونطور عسکر بیار کردیم آه دیده بود همون جد فیلم داکو آره و عالم میشدی بچه زیاد خوشم آمد همون اکتایت دریبل شدی خودت بیشن جان بسیار خوش شدم بسیار زد تشکر از اینکه ما را دریبل کردیم آزنده باش تشکر میکنم از خودت خداحافظت بهترین های آرمان امی آریانا سعید اخو مشنوی میگم مشناسی دیگه هم مشنویم و هم مشناسیم آه من هم مشنویم من هم گوش میکنم من هم میبینم من هم مشناسمش وی ما هم چنان دیگه ای جوان مرگی در بسیار وقت کم دل مردم ها را اکثر بچه ها را بدست گرفت او بچه چرا من فی بفی نگه خود نه خود سایکو حال خود تو خوشش داری نه نداری من دارم خب من خوش دارم من چرا خوش ندارم یک گپ آریانا و غزل شاید شما فهمیده باشین که یک جنگشان خیسته بود نه غزل گفتد من تجارت پیشه میشم آریانا یا نه اعتماد به نفس از اینا مرا کشت بیخی و رقابت ببین در یک روز وقت او اعلان کرد غزل و آریانا در پیج خود پست کرد که ولی اینه تو یک گپ هست اینه اعتماد اونا تو اعتماد به نفس آدم داشته باشه نه کچولو میداشت کیوی میبود خب بیاین که از آریانا سعید در چی میگی بشنمیم که در 1393 چی یک چی میگی داشت سعید سمیم؟ مشنیم مشنیم سه چهار دانه چی میگی داشت آریانا سعید خو یکی شمشنیم بهترین های آرمان چی میگی؟ بازم سلام تقدیمتان دوستای عزیز به بخش چی میگی خوش آمدید چی میگی؟ کسی که امروز در استودیو با ما هست دختر بسیار مقبول و خوش صدا است من نامش را نمیگیرم خودش میگه که کی است بانوی آتش نشینم چی میگی؟ خدا نکنه بانوی آتش نشین چطور که آمدین به کابل و آمدین به آرمان آمدم تا ببینم روی قشنگی داره باز چی میگی تو؟ خواهش میکنم چشمایتان قشنگ است تو رو پریشان هستی یک رقم سرسام هستی دلم تنگ است دلم تنگ است اوه فهمیدم گپ عاشقی است چطور؟ اینقدر درد و رنج که در عاشقی دیدی میشه برم بگویی که چطور ازار محبت کردی و چی گفتی برش؟ چی میگی؟ خواهی خواه اظهار بود خی چی باعث شد که ازم جدا شدین؟ چی برات گفت که جدا شدین؟ باز خودت در جواب چی گفتی؟ چی میگی تو؟ خو گناهش را بود دیگه بیچاره رقش بود ای گپ راست است یا نه؟ خی اگه ای گپ راست نیست برش بگو خو خیلی دیگه ای که دختر خوب که هستی و برش وفادار هستی باشم اینجا بخوایمش چی میگی تو؟ بفتخار نجیب حق پرست من آمدم قدیدن من جان چی میگی؟ آریانا جان خوش شدی حاله؟ خیلی آریانا جان میشم اینجا وعده کنی که دیگه آزارش نمیدی خب بیاییم دیگه از اینگه پاتر میشیم بگو بر ما که چی بخر سی میکنی؟ چی میگی؟ آریانا جان شنیدم که یک سفر به مزار شریف داشتی و رفته بودی و ما چی تو فاوردی؟ چی میگی تو؟ خواه یک سوال شخصی رو جواب بده در خانه خودت به کدام نام صدا میکنن؟ تشکر آریانا جان که با ما بودی زنده باشی داخل اگر کدام گفتنی داری؟ تشکر چی میگی؟ بهترین های آرمان خوش آمدین بهترین ها را از آرمان فم این بهترین هایی که در یک سال ما زحمت کشیدیم یک تیم آرمان و اینا را به شما ساختیم و نشر کردیم نمی کشیدی زحمت نه کار اونو کار است که آدم
قرار خواهش اگه 28 دیگه 28 16000 دلار ماش آدم بیا پشت خانه یعنی 16000 ماش از کدام رو میگی 16000 دلار که آدم باز 15000 ش مصرف کنه 1000 ش پس انداز خب یکی از برنامه‌های دیگه ما که در آخر سال ما ساختیم برنامه ویکند آخر هفته بود که با گردانندگی حسنا عزیزی بود ویکند حسنا جان خواست که یک شهکار کنم و با باران ایرانی زیاد از من خواهش کرد که در این برنامه بیام و خاطر که روزای پنجشنبه رخصت بودم رخصتی میکردم دیگه در این برنامه حاضر نشدم من گفتم که اگر مرجانه هست هست نیست من نمیام زنده تشکر تشکر بهترین برنامه که بود البته یک مصاحبهش بود با باران ایرانی و بیاین که کم از ویدیوی نبود این مصاحبه او میدید حسنا میدید چون اسکایپ بود کاش منم زنگ میزدید امروز میامدم میدیدمش سالا که خودت آمدی باز استاد گلزمانه باشی بیاین از گپای باران بشنویم باران کسی که در لس آنجلس زندگی میکرد و از 3 سالگی آوازخوانی را شروع کرده بود پدرش هم موسیقی مینوازن یعنی کار موسیقی میکنن شما شنونده 98.1 رادیو دلهارمون افم هستین مهمان خوش صدا و با احساسی را در برنامه دعوت کردیم که با سرودن آهنگ‌هاش تانست که از مرز ایران عبور بکنه و بدل شما دوستا هم جا پیدا کنه به تو چش بستم بله دوشیزه باران یکی از هنرمندای خوش صدای کشور دوست ایران با خود روی خط داریم که ازشان تقاضا میکنم سلامای خود تقدیم شما بکنن و به شما دوستا هر آن گفتنی که دارن بگوین باران جان سلام علیکم صدای مرا میشنوین خوب هستین بله سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسنا عزیز و همه طرفداران رادیو آرمان و همه عزیزان که الان صدای من رو میشنون آرزو میکنم شما صحتمند باشین سال 2015 را مملو از خوشی ها براتون میخوایم خوب هستی؟ ممنونم تشکر میکنم سال نو شما هم مبارک تشکر انشالله که همیشه سلامت باشید ممنون. شما همچنان باران جان میخوایم اول پرسان بکنم که همین لحظه وقت دارم با شما صحبت میکنم ساعت چند بجه است و در کدام کشور هستین شما؟ بله الان ساعت 8:35 دقیقه شب هستش من در لس آنجلس زندگی میکنم در آمریکا یعنی بله بسیار خوب روزتان بخیر گذشت خیلی ممنون مرسی روز خیلی خوبی بود و منتظریم که ساعت 12 بشه و سال تحویل بشه بله هنوز یعنی نشده دیگه نه نه هنوز نشده بسیار خوب خوشحال هستم صدای شما را از طریق رادیوی آرمان میتونم با گوش دوستای کمیل از علاقه‌مند شما هستن در افغانستان و خارج از افغانستان برسانم خیلی ممنونم تشکر میکنم ندیدی نفهمیدی واسط میمردم برالتش میخواییم از باران پرسان بکنم چی باعث شد که شما رو به آوازخانی بیارین و کوشش کنین که یک هنرمند خوب باشین که در دل علاقه مدارتان جای خدا پیدا کنین راستش من از سن خیلی خیلی کم پدرم خب موزیسین هستن و صدای خیلی خوبی دارن و برادرم همچنین موزیسین هستن من هم از بچگی توی خب یه خانواده هنر دوست بزرگ شدم و همیشه صدای سازی می اومد که تقریبا 3-4 سالم بود که پدرم با پدرم می شستم به من آواز خوندن یاد می داد بعد که تقریبا سنم مثلا به 11-12 سالگی رسید برادرم خیلی خیلی منو تشویق کرد بسیار خوب مشوق اصلی من برادرم بوده بله بسیار عالی نامشون چی هست نام برادرت؟ هدی که امشب شب تولدشون هم هست تولدشون رو تبریک میگم 100 ساله شون و همیشه خوش و خوشحال باشن خب کسایی که در افغانستان هنرمندای ایران که زیاد مطرح هستن از او جمله آقای افشین هست از او جمله آقای علی عبدالمالکی هست امید هست آقای موین هست کارزو میکنم همیشه به گفته خودتان سلامت باشن اگر قرار باشه با اینا دوگانه بخورین با کدام یکی از این گزینه ها خواهد خواندین خیلی سخته خیلی سخته که برم چون من صدای همه‌شون رو واقعا دوست دارم صدای آقای معین و امید رو خیلی خیلی دوست دارم پدرم طرفدار پروپاگورس بسیار خوب هنرمند از کشورمون هستن بسیار عالی با کدام نوع لباس معمولا خود را راحت احساس میکنین من راستش سال خب
بالاخره هر نوع لباسی که باشه، هر نوع لباسی که به آهنگ و ویدیو بخوره و مناسب باشه احساس راحتی میکنه. بسیار عالی. خیلی ربط داشته باشه به ویدیو و ماجرا. خب میخوایم پرسان بکنم، غیر از اینکه شما موسیقی را پیش میبرین، یک آوازخانه بسیار خوب هستین، دیگه کدام حرفه را پیش میبرین غیر از موسیقی برانجان؟ من نقاشی رو خیلی دوست دارم، نوشتن رو خیلی دوست دارم، همین دوتا تقریبا. بسیار عالی. گیتارم میرم کلاس الان و سعی میکنم که یاد بگیرم، گیتارم خیلی دوست دارم. یعنی از آله های موسیقی شما علاقه‌مند هستین گیتار یاد بگیرین؟ بله. بسیار عالی، چقدر خوب، چقدر مقبول معلوم شوین با گیتار. خب بسیار خوب. چی باعث شد که یک آوازخوان خوب باشی باران؟ یعنی احساس میتونه که با آدم ای را وانمود بکنه که میتونه به مو حرفی را که پیش میبره خیلی با احساس باشه و خوب پیش ببره. یعنی چی باعث شد که خودت خواستی یک آوازخوان باشی گذشته از این که در یک فامیل آوازخوان زندگی میکنی؟ اینکه خب بالاخره همه هنرمندا به نظر من خیلی آدمای احساساتی هستن. بله. اینکه شعر رو واقعا درک بکنی، یعنی خیلی کتاب خوندن خیلی کمک میکنه. یعنی من خیلی کتاب میخوندم، پدرم خوب شاعر هستن و خیلی شعرها رو کتابای شعر میخوندم و اینا، یه احساسی برقرار کردم و خب صدام هم گفتم از بچگی چون تو خانواده بزرگ شده بودم دیگه یه جوری بود که دیگه بود. بله. اون نبودش که مثلا من برم خودم بخوام که خواننده بشم، نه، در واقع خانوادم بودن و اون جوی بود که من توش بزرگ شده بودم. بسیار عالی. باران جان ازدواج کردین یا خیر تا حال؟ من الان نامزد هستم. بسیار خوب. خوشبخت کی هست؟ نامش میشه بگین؟ بله، ایشونم هنرمند خیلی 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 محبوب کشورمون که آهنگساز، تنظیم کننده و خواننده هستن، آقای شهیاد. مطمئنن حتما میشناسید. بسیار عالی، 100% ما میشناسیم. آل ما فاویدیم یا هنگ سفارشی را چرا خوانده بوده. بسیار عالی، خوشحال شدیم که ایره هم فاویدیم که نامزد باران جان آقای شهیاد استن. مثل که شما را خیلی دوست دارند، شهیاد جان هم خیلی خیلی در افغانستان دوست دارند و همه هنگ هایش آشناس با گوش دوستا. سفارشی من مرادیه خیلی خیلی شیرین درست میکنم و آخرین کار من هم دلم خوش نیست، شاید عزیزم درست کرده بودم و تنظیم کرده بودم. خیمت گرم، میتونم ازتان سوال پرسان کنم؟ وقتی که ازتان پرسیدن چقدر دوستم دارین، باز شما که گفتین یا علمه که گفته بودین بس نکرده بود برشان. خب شما با عشق ازدواج کردین یا خواست فامیل بوده؟ با عشق. بسیار عالی، موفق باشین، همیشه یک جوری موفق باشین، هر دویتان آوازخانه‌های خیلی خوش صدا و آرزوی خوشبختی براتان میکنم. تشکر میکنم همچنین. بهترین های آلمان. بازم خوش آمدین، یک روز پیش سال نو شما مبارک. اجمل و حسنا آمدن، دانشیار صاحب و محفوظ آمدن. بازم اینا اجمل گرفتی برای نه، هر کس از مربوط برنامه خود گفتن اینا باز ما و اجمل ما و وی بسیار مذارت میخواییم، ما و سمیم آمدیم و میخواییم یکی از داستانهای روزگار تلخ بر شما نشر کنیم. داستان روزگار تلخ ما بچه خالی مدد داشته مرجان جان که پیار بیوفا بود لایم که طرف دیگه، ما از خاطر از باز ما کیسابری را شروع کردیم. دال جان پیدا کردیم. همراه من نصفش کو کردن، نه من نظام کالا نخریدیم. کپاس نی؟ ها. داستان دومی را بشنوید. یعنی از بود شوخیش نمیگم، او را به بود شوخی گرفتم، خیر فرق نمیکنه. کسایی که واقعا رنج دیدن و داستان خود قصه کردن، خب خیر و برزون طرف از اینا قلق دیوال حدشون طرف زندان رفته و طرف از اینا قلق دیوال با شما ما نمیخوریم. بشنوین داستان در ساعت بعدی پس میگیم. های آلمان روزگار تلخ. سلام علیکم، ما از میشروندای کابل هستم که ما تقریبا 2 سال است که ما در زندان تیر کردیم. امسال 20 شده مک، سال که بندی شد مک 19 بودم دیگه. ما وقتی که از می جنگ پدر مادر میام، من زیاد دفاع از مادر میکنم چون که مادرم بیگناه بودک. اما از مو چی پدرم خواهد به من زیاد چی کرد که من مثلا میایم بالای سرخانه و تو هم دست ما باش. اما
از امروز روز که من میخوایم که من به فامیلم بگویم که من در کابل هستم اون وقت بگویم اما تا که من نگویم تو نگو بازو باز با اونمو رقم باز بازیم من را چال فری بود چیز داده باز اتا با دماز دوای نشاور گد که بوده که مادر مسموم شده بود خوار بیادر مسموم شده بود اونمو شمام مسموم شده بود باز آنو باز پدر مامه بود من از خانه کشیده بود پدر مامه بود من از خانه کشیده بود بجای من مچم دگه کدام جسد را سوختانده بود و یایی که چی رقم دگه اوه ما چیزا را خداوند میفهمه باز جمعگی و چل یای ما مگیش گرفته شده بود دو روز با چل مانده بود که من از پیش از او فرار کردم آمدم وقتی که از پیش از او که من فرار کردم آمدم دگه اینجا وقت دگه دو روز با چل مانده بود دو روز با چل مانده بود من پس پیش فامیلم نرفتم دگه امی شوان دین مکتب ما کار میکرد دوخانیشم نزدیک خانه ما بود باز زیادتر بلای جانم که گشت بخاطر چی که از امی شوانم فیلان کمرایش نکا کردیم این امی وظیفهشم در مکتب ما بود چی باز اونمو روز که من پیش از یک پرسان کم که چرا خانه ما قلف از چیز باز از پیش از یام مزدن خوردم که تو چرا تکدی یا چطور من پرسان کم که چی گفت دو روز بعد خود چل دوست تو خب بجای خود کس را سوختاندی تو خب بجای خود کس را ما دیگه هیچ چیز گفته نتانستم ما هیچ چیز گفته نتانستم و باز بعد از او اما باز بعد از او ما دیگه نخواستم پیش فامیلم برم وقتی که نخواستم پیش فامیلم برم من یادم سرمه کرد که اگه تو کتما باشی مختار به این رقم نگاه کنه میترمیهی که چیز خواهمو تقریبا چند وقت بعد یا که پیشنهاد نکاوی حرکت با وجود که زن داشت اولاد داشت من از روی مجبوریت که تزمی یادم نگاه کدم وقتی که نگاه کدم اما خداییشه بگویم کتما هیچ روی بده نکد هر رقم که من میخواستم یا چیز با اونم رقم میکرد وقتی که فامیلش که خبر شد که دیگه زن گرفته آوازای ناقطا و بالا انداخت دو خانه داشت دو خانهش از پیش گرفتن از وظیفه کشیدنش مکتب بشه باقی کشیدن خود دیگه می بدبختی های ما این بدبختی های ما ایده مجبور به ایکت امی بدبختی های ما ایده مجبور به ایکت که اختطاف کنن خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا روزگار تلخ یک بچه که اختطاف کرده بوده که یک بچه که میاندیوال قنداری از ایو از بیادر مختاف کرده بوده که آورده بوده که اختطاف کرده بوده که آورده بوده گفته بوده که شما چند روز نگاه کنید من که پیسه را که گرفتم امی قذاری های ترام خلاص میکنم اوزون بیادر ما بچه بود باز اونم قنداری پیسه را گرفته که باز امروز که من خبر شدم که اتفال چی شده اونم را ما بردم تسلیم فامیلش کم که سه روز بعدش خودم بندی شدم سر اختطاف از او که وقتی بندی شدم که از میام جریانات که به دولت گفتم خود چند ثبوت و شاهد تا و بالا پدرم پیش کرد چند ثبوت شاید تا والا پدرم پیش که دازری خدا آورد که ماظر بودم با وجود که پدرم دوشف خانه قدر واقع اختیار داره که اگه ای که شش ماه پیش هم خدا زر گرفته میتنه شش ماه بادم هم ما هیچ که صدای من نشید دم اکمی اول سن میدام برا مرکت زیادم چی کد که تو هم بای زیر آبت ناجای زاشتی امینه می پیش از نکاح گفته که تو هم رای زیر آبت ناجای زاشتی هم رای زی مثلا تو به این رقم جسد اما هیچ کس صدای من نشید اگه من روابط ناجایزم میداشم من دختر خانه بودم اول فامیل من میگفتم فامیلم که بگفتم نمیکرد فرار میکردم اما یادم کشن یا بجای خود کس را در دادن خب من تو چرا میکردم هیچ کس صدای من نشید دختره که من اینجا به دنیا آمد حال تقریبا دخترم دینی 22 سالی پوره میشه یا ایسه که چی پدر مامد بینمت فریب کاری دوتا خوار بیادر دگی مامد پیش مادرم برد مادر مالتا که تناستن اینجا پیش بیادر خود تقریبا دهی 3 سال خرچ نفقی خور بیادر من نمیده تو به کدام اقامت خور بیادر من از پیش مادرم برد مادرم از یک سو ما اینجا افتیدی من از یک سو دوتا را برده هیچ کت مادرم گپ زده نمیدارم که گپ میزنم سنم میکنن که باعث همه بدبختی های ما تو شدی تا به روز را گیریان میکد که دخترم چرا مرد او خسن زی کد ما شیش نال روز که مرا دید حالا که بدبختی آمده میگه تو چرا زنده سی بچیم کاش که تو میمردی
هر شوار روزی که سرمت تشویش خدا ایت ندارم اما هر شوار روزی که سرمت تیر میشه خور بیادنم زیر دست مادرم در مچم چی حال روز داشته باشن تی او را روزگان برده او را او را بخواد سرکس خوانم خواد او را سرکس بروخت سر بیاد ملکم چه قرقا ظلم باشه چرا کسی صدای مردم شد مادرم اونجا تنها پیش بیاده را افتیده دخترها خود من پیش کس روان که اگر روان کنم پیش کی روان کنم مگه ده این محیط هم کنان شب میترسم ده این محیط بندی خانه حال 20 سال سرم قید کشیده 20 سال سر من 20 سال سر شوارم قید کشیده بهترین های آرمان کلگی علاقمند چی میگن امی کمید است علاقمند فقط گفته ما مدیر ما بسیار معذرت میخوایم رئیس همیشه ما را میگه که فن میگه ماش میگیری رشخندی که در رادیو و زیادتر مردم علاقه دارن فن بشنون شما فکر کنین که این تو رشخندا مدیر است اینجا خب دیگه ظلمه یارا و آجی کامران همه مردم افغانستان میشناسه و دوستشان داره بدون شک و یکی از کارهایی که زلمیارا آمد لایف شد در برنامه جوش بود در سال 1393 که با او هم یک مصاحبه داشتیم و او یک فکایی بسیار جالب گفته بود که این لحظه میشه یک فکایی غلیظ گفته بود دیگه عد اویش خو نشن نمیشد چون او میگه من گفتم شما خواهی را تو در اونجا هستی اینجا, اینجا امریکا نیست اینجا افغانستان است دیگه بازو بیخی همو گب زدن شما جالب است که بیخی همو از دست خیمی قلاق زنها رو گرفته خوب بیخی همو گب زدن خودش اونو تو شده کم از اجمل هم اون طرف نه او رخ مزو وقت رفتگی حساب کردیم خب بهترین های آرمان بهترین های آرمان فقط کو نفره کور از اینا دیده باشی و حال راستی هم که همطور گپ هست میفهمی از خاطر ظلم یارا که زیاد علاقمندش هستم دیگه اومدم زوت کرده که گفتم تو باش مسش نه کنم الو دیگه کسی هم راش گپ بزنم ظلم یارا کسی هست که بسیار افغانا دوستش داره و علاقمند زیاد داره شاد بودن هنر است گر به شادی تو دلهای دیگر باشد شاد حالا میران است تو چرا تو احساساتیستی چرا تو مود تو افست اینه واقعا دیگه ای دلای دیگه کسی که شاد میساز دل خودش خدا شاد بسازد در خط هستن سلام علیکم میکنیم سلام آقای آرا خوب هستین شما سلام مرزیانا جان گل سلام خوب هستین سعدتان خوب سلامت بزرگار دستایش هم میبوسم جوانا را رویایشان هم میبوسم امیدوار هستم که با لباس عافیت بر تن باشن با صحت باشن خوش باشن سلام افتخار دارم که شما عزیزای خود دارم سلامت ظلمه این باش از خاطر که آقای آرا شوخی میکنن نگه ما هم شوخی میکنیم آقایشان آقای آرا شنونده عزیز ما زیاد دوز دارن که بفهمن خودت کجا زندگی میکنی به خاطر که دیر شده که اول تا نداریم ما فعلا در کالیفرنیا شمالی یعنی در امریکای شمالی زندگی میکنم با همسر نازنین خود مریم جان و با دخترک نازم میربان قندول خود بی بی سنا جان نازنین فقط همیش با مردم خود بودیم همیش مردم خود دوست دارم فقط عبادت ما اول خداوند پاک و دوم مردم نازنین مهربان است که مثل شم پروانه عاشقشان است بدون شک مثل اینجا که خانه دوست آدم میرن اونجا هم شما فقط صرف ما بعد از نماز فامیلای نازنینی که در مسجدها تشریف میارن یکی دیگر را میبینن در غیر از اون زیادتر فاصله های خانه ها دور است ما بعض وقت که خانه بعض از خانما و دوستا و مادرای مهربانه که مادر خاندای هستن علاقمندای هستن به دیدنشان میرم فقط اونا میگن که به حسابم و حساب خودشان میگن بچه شکر که آمدی یگانا کسی که دروازه ما رو باز میکنن غیر خودت هست دیگه غیر به خدا که منگتون در آیم هیچ کلگی به محمد پاره نمی فقط برو کار کار میزن چیه میبینن میشین زمن میبینن شکر که بازم یک مسجد داریم الحمدلله که یکی دیگر را میبینیم یا نمی باز در این پروگرام ها که پیش خودت داریم یک دقیقه ما رو در افغانستان نازنین میبریم سالند پاک زربایزت داشته باشیم تشکر آقای آرا بسیار زود خوش شدیم امروز شما گفت زدیم زیاد چنون دام خوش شدن من مطمئن هستم وقت خوش برد جان جان قند یک عالم تلیف یک عالم تشکر از لطف و محبتت به مردم نازنین خود فقط آرزوی معمیز که با هم شوند یک جای شوند نگذارند دیگه که ما غم و هندو را در خانه خود جای بتیم
انتفاق کنن، یکی دیگه خود با آغوش بگیرن، فقط مسج مهینمیز به مردم ما فرهنگ خود سپورت کنن، شما نازنین ها را سپورت کنن، شما دخترای نازنین مهربان قهرمان که من افتخار میکنم به پدر و مادر شما که همچه اولاد به جامعه تقدیم کردم که امروز به شرایط داغ به شما خدمت میکنین. I love you مادر اکمه قربانتان. تشکر، وقت خوش براتون. سلام بگین هموطنهای ما که در اونجا هستن. تشکر جانم، همچنان سلام بازم بر هموطنهای عزیز ما. افغانستان زنده باد. I love you مردم ناز مهربان من. بابای مهربان من. بابای مهربان من. بابای مهربان من.